فردا پنجشنبه هفتم ماه می مردم بریتانیا به پای صندوقهای رأی می روند تا در یک انتخابات سراسری نمایندگان خود را برای کرسی های پارلمان انتخاب کنند. این انتخابات می تواند پیامت های داری بر مناسبات میان بریتانیا و اتحادیه اروپا داشته باشد. هزاران نامزد برای 650 کرسی پارلمان بریتانیا رقابت می کنند و رئیس حزبی که بیشترین کرسی های پارلمان را به دست بیاورد نخست وزیر می شود. طبق نظرسنجی ها رقابتی نفسگیر میان دو حزب عمده بریتانیا یعنی محافظ کار و کارگر در جریان است. روزنامه نتیجه یکی از آخرین نظرسنجی ها را منتشر کرده است. طبق آن حزب محافظ کار با 34 درصد و حزب کارگر با 33 درصد شانه به شانه هم پیش می روند. و به این ترتیب هر گونه پیشبینی درباره نتیجه انتخابات روز پنجشنبه را دشوار کرده است. در انتخابات امسال اهمیت احزاب کوچکتر معادلات سنتی انتخابات بریتانیا را به هم ریخته و به نظر می رسد که حزب ملیگرای اسکاتلند سومین قدرت برآمده از این انتخابات باشد اگرچه دیوید کامرون و اد میلیبند هر دو اعلام کردند هدف آنان دستیابی به اکثریت مطلق آراست ولی تشکیل دولتی اعتلافی بسیار محتمل است نیکلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات و شریک اعتلافی کنونی دیوید کمرون گزینه‌های مختلف برای حزب خود را محفوظ دانسته و اعلام کرده است که از حزبی پشتیبانی خواهد کرد که بیشترین آرا را به دست آورد نوید کامرون از رای دهندگان خواسته است که وظیفه تشکیل دولت را قاطعانه به حزب او بسپارند زیرا در غیر این صورت اصلاحاتی که در پنج سال گذشته صورت گرفته می تواند به هیچ و پوچ تبدیل شود او همچنین وعده داده که در صورت انتخاب دوباره در سال 2017 رفراندومی برای تعیین ماندن یا نماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد از آن پس موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به عنوان سناریویی محتمل به نظر می رسد. در سالهای گذشته بر شمار مخالفان بریتانیایی عضویت در اتحادیه اروپا افزوده شده است در ماه مه 2014 حزب ضد اروپایی استقلال یوکیپ در انتخابات اروپا نیرومندترین حزب بریتانیا شد این حزب موفق شد این موضوع را در بخش چشمگیری از افکار عمومی جا بیندازد که عضویت در اتحادیه اروپا به معنی آمدن مهاجران بیشتر به بریتانیا است و آن را به یکی از مهمترین مشکلات سیاست بریتانیا تبدیل کرده است چارلز گرانت از مرکز اصلاحات اروپا در لندن میگوید برداشت بریتانیایی ها در حال حاضر چنین است که آلمانی ها و فرانسوی ها دارند اتحادیه اروپا را به سود خود و بر ضد منافع بریتانیا هدایت می کنند میهوده نیست که دیوید کامرون از ماه پیش در تبع انتخاباتی به سر میبرد و این تب را با خود به بروکسل هم منتقل کرده است او در ماه اکتبر هنگامی که کمیسیون اروپا از بریتانیا بیش از دو میلیارد یورو دیگر برای بودجه اتحادیه اروپا مطالبه کرد سخنرانی تندی کرد و به این کمیسیون شدیدن تاخت در ماه نوامبر نیز اختلاف نظر شدیدی میان بریتانیا و آلمان در بروکسل بر سر سیاست مهاجرپذیری اتحادیه اروپا روی داد در پی بروز این اختلافات ناظران سیاسی به این باور رسیدند که آنگلا مرکل صدر آلمان دیگر حاضر نیست بریتانیا را به هر قیمتی در اتحادیه اروپا نگه دارد برخلاف دیوید کامرون ادمیلی بند اعلام کرده که در صورت پیروزی در انتخابات برگزاری رفراندوم برای خروج از اتحادیه اروپا را گزینه درست نمیداند و آینده بریتانیا را در اتحادیه اروپا می‌بیند و نه در بیرون آن به گفته حزب کارگر کشور را برای سالها به ناامنی دچار نخواهد کرد و آینده ای اروپایی آن را به بازی نخواهد گرفت افزون بران آن بند در آخرین فعالیت‌های انتخاباتی میکوشد پشتیبانی های کارگری بریتانیا را به دست آورد این سیاستمدار 45 ساله که در حزب خود به اد سرخ معروف است وعده داده که در صورت انتخاب شدن سیستم بهداشت کشور را احیا خواهد کرد مانع فرار مالیاتی خواهد شد با تغییرات اقلیمی مقابله خواهد کرد و کاری خواهد کرد که استفاده از زغال سنگ به عنوان منبع انرژی کاهش یابد. آقای میلیبند همچنین در تلاش جلب آرای همه کسانی است که از دوره نخست وزیری کامران سود نبردند سالمندان تنگدستان مهاجران طبقه کارگر کلاسیک و نیز کارمندان کم درآمد همه این لایه ها از اجارههای سنگین سیستم بهداشتی نامناسب در بریتانیا در رنجند آقای میلیبند همچنین در مورد مهاجران از یک سیاست لیبرال پیروی میکند نظام انتخاباتی بریتانیا مبتنی بر اکثریت نسبی است در هر حوزه انتخاباتی نامزدی که بیش از رقبایش رأی آورده باشد نماینده پارلمان می شود. این نامزد لازم نیست اکثریت مطلق آرای مردم را کسب کند رهبر حزبی که اکثریت مطلق کرسی های پارلمان را برده باشد نخست وزیر می شود. اما اگر هیچ کدام از احزاب نصف به علاوه یک کرسی های پارلمان را برنده نشوند، حزبی که بیش از همه کرسی دارد می تواند دولت اقلیت تشکیل بدهد. حالت دیگر این است که این حزب یا احزاب دیگر سعی کنند دولت ائتلافی تشکیل بدن. به نفعی که مجموع نمایندگان بیش از نصف کرسی های پارلمان بشود. در حالت دیگر نیز آن حزب می‌تواند با حزبی دیگر به طور غیررسمی توافق کند. که اگر حزب مخالف بخواهد رأی عدم اعتماد بدهد علیه آن رأی ندهد که دولت پایدار بماند در حالی که دولت عربستان سعودی از حمله هلیکوپترهای آپاچی این کشور به نواحی در نزدیکی مرز با یمن خبر داده است اجلاس مشورتی سران کشورهای خلیج فارس خواهان روابط عادی با تهران شدند بیانیه اجلاس مشورتی سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که روز گذشته در ریاض برگزار شد بر برقراری روابط عادی با ایران بر اساس عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تأکید کرده است بر اساس این بیانیه کنفرانسی از مخالفان سوری در ریاض پایتخت پادشاهی سعودی برگزار می شود تا با تأکید بر راه حل سیاسی و بهروزی مردم سوریه دوران پس از اسد را ترسیم کند این بیانیه نگرش رهبران کشورهای خلیج فارس نسبت به دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در روزهای 13 و 14 ماه جاری میلادی در ایالات متحده را باستاب داده است همزمان به گزارش تلویزیون العربیه هلیکوپترهای آپاچی سعودی مواضع شورشیان حوسی در منطقه مرزی نجران در جنوب سعودی را مورد حمله قرار دادند پیشتر حوسی ها با استفاده از خمپار انداز و موشک های کاتیوشا به برخی مناطق غیر نظامی و برخی ساختمان های دولتی در شهر نجران حمله کردند در نتیجه سقوط یک گلوله خمپاره در نزدیکی مدرسه دخترانه اداره آموزش و پرورش همه مدارس منطقه را تعطیل کرد اداره دفاع غیر نظامی در صفحه توییتری خود از کشته شدن سه غیر نظامی در اثر سقوط گلوله های خمپاره و آسیب دیدن برخی منازل و خودروهای شهروندان خبر داد هفته گذشته سه سرباز عربستان و شماری از شپ نظامیان حوسی در درگیری در این منطقه کشته شدند با این حال دولت عربستان روز سهشنبه اعلام کرد کلیه پروازها از فرودگاه نجران و به این فرودگاه لغو شده است در تحولی دیگر در ایران جزئیات بیشتری از وضعیت کشتی توقیف شده شرکت مرسک توسط ایران منتشر شده است هادی حقشناس معاون دریایی سازمان بنادر گفته است کشتی مسکور در لنگرگاه عباسی در مجموعه بندر شهید باهنر و بندر شهید رجایی توقف کرده است و همه خدمه آن در سلامت کامل هستند به گفته این مقام سازمان بنادر شرکت ایرانی مبلغی از شرکت مسکور طلب دارد و دادگاه نیز شرکت مرسک را به پرداخت بدهی خود محکوم کرده است دادگاه این موضوع را به سازمان بنادر و دریانوردی ارجاع می دهد سازمان بنادر هم موضوع را به اطلاع ستاد مشترک نیروهای مسلح می رساند و آنها هم از طریق گارد ساحلی عمل می کنند و کشتی مذکور توقیف می شود به گفته این مقام شکایت یک شرکت ایرانی منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ 25 اسفند ماه سال گذشته برای توقیف انبال این شرکت شده بود معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره شنیده های مبنی بر احتمال آزادسازی این کشتی توقیف شده گفت این کشتی بر اساس حکم حقوقی و بنا به شکایت یک شرکت خصوصی توقیف شد و تا زمان حکم بعدی دادگاه در توقیف میماند آقای حقشناس گفته است تابع حکم مقامات قضایی هستیم کسی حق دخالت در حکم قضایی را ندارد و بدون این حکم هیچ عملی انجام نمی شود ایران روز هشتم اردی بهشت ماه این کشتی باری را با سی و چهار خدمه توقیف کرد فعالان مدنی در ایران به بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق زنان اعتراض کردند. بنابر گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی، مأموران دادستانی جمهوری اسلامی صبح روز سه با مراجعه به منزل نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر او را بازداشت کردند. بنابر گزارش سایت کلمه نرگس محمدی در ابتدا حاضر نشده است در منزل خود را به روی مأموران باز کند اما پس از ارائه حکم که با تهدید به شکستن در منزل همراه بود سرانجام مأموران وارد منزل شدند بر اساس این گزارش در زمان بازداشت گوهر عشقی مادر ستار بهشتی نیز در منزل نرگس محمدی حضور داشته است در همین حال وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی خبر داد که محمد نوریزاد هنرمند منتقد حکومت ایران پس از بازداشت نرگس محمدی به همراه گوهر عشقی در حال حرکت به سمت زندان اوین برای تحسن در مقابل این زندان است. بازداشت خانم محمدی در حالی است که قرار بود دادگاه او روز یک شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم سلواتی برگزار شود اما بنا به درخواست وکلای خانم محمدی برای خواندن پرونده این جلسه به تعویق افتاد نرگس محمدی پیش از این در گفتگو با رسانه ها از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام به عنوان اتهامهای خود نام برده و آنها را بی اساس خانده بود. لگام مخفف لقب گام به گام اعدام است و توسط تعدادی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی مخالف اعدام در ایران تشکیل شده است. خانم محمدی همچنین گفته بود که پرونده جدیدش پس از ملاقات او با کاترین اشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل شده است. کاترین اشتون در سفر خود به ایران در روز 17 همه اسفند ماه 92 به مناسبت روز جهانی زن با شماری از فعالان حقوق زنان در ایران از جمله نرگس محمدی و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی در ساختمان سفارت اتریش در تهران دیدار کرد. نرگس محمدی در سالهای گذشته چندین بار احزار و بازجویی شده است. وی سال 90 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر ابتدا به 11 سال حبس متهم شده بود که این حکم اسفند ماه همان سال به 6 سال حبس کاهش یافت. خانم محمدی سال 91 برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین و سپس به زندان زنجان منتقل شد اما به دلیل بیماری در مرداد ماه 91 با قرار وسیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. سناتور باب کروکر رئیس کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا پیش بینی کرده است که اکثریت قریب به اتفاق اعضای سنای آمریکا فردا به طرح لزوم بازبینی توافق با ایران توسط کنگره رأی مثبت بدهند. وی به خبرنگاران گفته است رهبران جمهوری خواهان و دموکرات در سنا همچنان در حال گفتگو برای الحاق متمم هایی به این طرح هستند او تاکید کرده است احساسم این است که شانس خیلی خوب وجود دارد که اکثریت به این تر رای بدهند کمیته روابط خارجی سنا روز 25 فروردین این طرح را تصویب کرد بر اساس این طرح کنگره اختیار خواهد داشت تا درباره توافق نهایی با ایران اعمال نظر کند این طرح هفته گذشته به سنای آمریکا ارائه شد اما در همین حال شماری از نمایندگان جمهوری خواه کوشیدند تا متمم هایی به این طرح اضافه کنند هفته گذشته در نخستین رویارویی بین نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات در سنا یک متمم که توافق اتمی را معاهده می شناخت در صحن سنا به رأی گذاشته شد که نتوانست رأی لازم را به دست آورد. گزارش ها حاکی است که رئیس کمیته روابط خارجی سنا از منتقدان الحاق متمم به این طرح است. همکنون 67 متمم برای این طرح پیشنهاد شده است. کاخ سفید حمایت خود را از طرح اصلی بیان کرده است اما در عین حال تاکید شده که در صورت تغییر در آن باراک اوباما این طرح را وتو خواهد کرد. وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا و از اعضای ارشد تیم مذاکرات هسته با ایران گفته است اگر به این طرح پیشنهادی شروط و متمم های بیشتری افزوده شود ممکن است رئیس جمهوری در حمایت خود از آن تجد نظر کند همزمان منابع غربی به خبرگزاری رویترز گفتند طرف های غربی مذاکره در مورد توافق اتمی همچنان در مورد مسائلی از جمله نحوه رفع تحریم ها یا نظارت ها با تهران اختلاف دارند و شدیدا در تلاش هستند تا فاصله ها را کم کنند عباس عراقچی از مذاکره کنندگان ارشد ایران با گروه پنج به علاوه یک در پایان مذاکرات اخیر در نیویورک گفته است نگارش متن توافق جامع آهسته و پیوسته پیش می رود و طرفها امیدوار هستند که در زمان تعیین شده به پایان برسد دیپلمات های غربی که نام خود را فاش نکردند دیروز به خبرگزاری رویترز گفتند ایران و قدرت های جهانی در پی تفاهم سیزدهم فروردین در لوزان همچنان دور از توافق نهایی هستند چرا که درباره مسائلی مانند نحوه رفع تحریم ها نظارت ها و برخی دیگر موارد اختلاف وجود دارد گفته می شود یکی از اختلافات که به تحریم ها باز می گردد خواست غرب برای برگشت پذیر بودن تحریم هاست. آمریکا و طرف های اروپایی میخواهند تا رفع تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران در صورتی که ایران نتواند به موارد توافق عمل کند به طور خودکار معلق شوند به این معنی که تحریم ها دوباره اجرایی شوند این موضوع از مهمترین موارد اختلاف توصیف شده است مقام های ایرانی نیز از طرف خود میگویند برنامه اتمی ایران باید برگشت پذیر باشد حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دو روز پیش گفته بود ایران باید حق داشته باشد در اسرع وقت در صورت عدم توجه هر یک از اعضای پنج بلاوی یک به اجرای توافقات به شرایط نامحدود غنیسازی بازگردد. به گزارش رویترز دیپلومات های غربی در تلاش هستند راهی پیدا کنند تا دستکم جلوی وتوی چین و روسیه را برای تصویب مجدد احتمالی تحریم ها علیه ایران بگیرند. به گفته آنها بازگرداندن های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران سخت نیست، چرا که تنها خود آنها تصمیم گیرنده هستند، اما در شورای امنیت چین و روسیه حضور دارند که میتوانند از حق وتوی خود به سود تهران استفاده کنند. یک دیپلمات غربی گفته است هنوز مکانیزمی که پاسخگوی همه طرف ها باشد پیدا نشده است مشکل دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده مشکل موسوم به کانال های خرید است روشی که به ایران اجازه می دهد برخی فناوری های حساس که اکنون از منظر تحریم های سازمان ملل ممنوع هستند را بخرد یکی از ایدای مطرح شده برای حل این موضوع به گفته دیپلماتها، ها اجماعی با حضور ایران و شش کشور است به طوری که تهران حق رأی داشته باشد اما حق وتو نداشته باشد دادگاهی در افغانستان در پرونده قتل فرخنده چهار مرد را به اعدام و هشت تن دیگر را به حبس دراز مدت محکوم کرد. فرخنده زن 27 ساله افغان در ماه مارس و پس از آنکه ادعا شد قرآن را سوزنده است به طرز فجیعی به قتل رسید. روز چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت حکم دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قتل فرخنده قرائت شد و زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر به اعدام محکوم شدند. در این پرونده در مجموع 49 نفر از جمله 19 افسر پلیس افغانستان بازداشت و محاکمه شدند. در همین رابطه 8 تن دیگر نیز به 16 سال حبس محکوم و 18 تن از اتهامها تبرئه شدند. بنابر اعلام دادگاه حکم ماموران پلیس روز یکشنبه اعلام خواهد شد. این افراد به قفلت در انجام وظیفه و عدم جلوگیری از قتل فرخنده متهم شدند. مزنونان به دست داشتن در قتل فرخنده در محاکمه ی سه روزه در دادگاهی بدوی در کابل به حمله قتل و تشویق دیگران به شرکت در ضرب و شطب متهم شده بودند. خبر قتل فرخنده زن 27 ساله افغان روز 19 مارس سال جاری میلادی 28 اسفند 93 منتشر شد. جمعیت خشمگین این زن را که گفته میشد نسخه ای از قرآن را سوزانده تا حد مرگ ضرب و شتم کرده و جسد او را در رودخانه خشکی در کابل سوزاند. کمیسیون حقیقت یا بعدن اعلام کرد که اتهام سوزاندن قرآن واقعیت نداشته و فرخنده با یکی از دعانویسان مشکل داشته است. قتل فجیع فرخنده در افغانستان و خارج از این کشور موجی از اعتراض را برانگیخت. معترضان بر ضد خشونت علیه زنان و همچنین در مخالفت با دعانویسان و جادوگران به خیابان ها آمدند و خواستار مجازات عاملان شدند. شورای پول و اعتبار در نشست هشتم اردی به دستورالعملی در یازده ماده به تصویب رساند و میزان سود سپرده تسهیلات اوراق مشارکت و دیگر فعالیتهای های بانکی را تعیین کرد بر اساس این مصوبه حداکثر سود سپرده های یک ساله با دو درصد کاهش 20 درصد تعیین شده و بانک و معسس های مالی و اعتباری از پانزده اردی بهشت موظف به رعایت این مصوبه هستند شورای پول و اعتبار همچنین حد اکثر بهره تسهیلات بانکی برای عقود مشارکتی را 24 درصد و برای عقود مبادله ای 21 درصد تعیین کرد که به ترتیب 4 و 1 درصد کمتر از گذشته است این نامگذاری ها برای توجیه دریافت بهره در نظام بانکداری بدون ربا به کار می روند و در عمل تفاوتی با سازکار پردافت وام در بانکداری متعارف ندارد وامهایی که زیر عنوان عقود مشارکتی و مبادله ای پرداخت می شوند، نامهای گوناگونی دارند و برای فعالیتها و منظورهای مختلفی در اختیار مشتریان بانک قرار می گیرند. تعیین دستوری میزان سود سپرده و بهره وامهای بانکی موافقان و مخالفان فراوانی دارد. و امکانات بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد سیاستگذاری پولی و بانکی جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاستهایش محدود است بانک مرکزی یک سال پیش نیز با صدور بخشنامه ای حد سود تسهیلات بانکی را برای سپرده های یک ساله 22 درصد تعیین کرده بود اما تقریبا هیچ بانک و مؤسسه مالی به آن گردن ننهاد به گفته ی حمید تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی در ایران نزدیک به 7000 مؤسسه مالی و اعتباری وجود دارد که اغلب آنها خارج از نظارت این بانک فعالیت می کنند سال گذشته و حتی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی نیز بانک های دولتی خصوصی و مؤسسه های اعتباری برای جذب هرچه بیشتر منابع سود سپرده ها را با ترفند های مختلف افزایش دادند و به نرخ های تعیین شده بی توجهی کردند سیاستگزاران مالی و اقتصادی دولت یازدهم معتقدند با توجه به کاهش تورم به کمتر از 16 درصد سود سپرده های بانکی نیز باید متناسب با آن کاهش پیدا کند مسئله دیگر بالا بودن بهره تسهیلات بانکی است که با بازدهی فعالیت های واقعی تولیدی ناسازگار است تسهیلات با بهره 28 درصد و بیشتر در بسیاری از موارد صرف فعالیت های سودگرانه می شود که در اشتغال زایی و رونق اقتصادی نقشی ندارند به رقم این کاهش سود سپرده های بانکی منتقدان زیادی دارد برخی با توجه به تجربه های مشابه در دولت محمود احمدی نژاد احتمال میدهند دهند سیاست های جدید بانک مرکزی باعث حجوم سرمایه به بازارهای موازی افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم شود علی نقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی میگوید با این تصمیم منابع بانک ها تقلیل پیدا می کند و بعد از شش ماه مشخص می شود که این سیاست اشتباه بوده است از سوی دیگر شماری از صاحب نظران تعیین دستوری میزان سود سپرده ناشی از خواست و فشار دولت می دانند که با مصوبه شورای پول و اعتبار جنبه قانونی به خود گرفته است علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش بر ضرورت متناسب کردن میزان سود سپرده و تسهیلات با تورم تاکید کرده و گفته بود که با بهره بالای تسهیلات فعالان اقتصادی قادر به بازپرداخت وام های خود نخواهند بود و برشکسته خواهند شد میزان تورم در تازه ترین گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی در اسفند ماه 93 اندکی کمتر از 16 درصد اعلام شده است برخی از منتقدان دولت رقم تورم واقعی را بیش از این ارزیابی می کنند از سوی دیگر بخش قابل توجهی از سپرده های بانکی سرمایه های کوچک و متوسط شهروندان است که از سود آن برای افزایش درآمد خانواده استفاده می کنند این گروه از سپرده گذاران تجربه و رقبتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های پر ریسک بازرگانی و تولیدی ندارند و با کاهش سود سپرده ها یا به بازارهای موازی طلا و ارز روی میآورند یا قدرت خرید خود را از دست می دهند در هر صورت به نظر نمی رسد که این بخش از سپرده ها نقشی در رونق تولید داشته باشند بانک مرکزی در بیانیه‌ای که برای توضیح و توجیه مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر کرد این مسئله را تایید کرده است بانک مرکزی با توجه به این عوامل نتیجه گرفته بدیهی است که در چنین شرایطی توجه صرف به نرخ سود بانکی و تعدیل آن فارغ از مشکلات موجود در شبکه بانکی نه تنها توجه به معلول به جای عوامل موجد می باشد بلکه به دلیل تشدید شرایط عدم تعادل در بازار پول در عمل نیز راه حلی پایدار نخواهد بود. تازه ترین گزارش عفو بین الملل در مورد سوریه هم دولت سوریه و هم نظامیان مخالف دولت رو متهم به جنایت جنگی در این کشور کرده این گزارش که به عمل کرده یک سال گذشته طرف های درگیر در سوریه پرداخته عنوان میکنه که بخش زیادی از حملات رژیم اسد در طی یک سال گذشته متوجه اماکن عمومی مانند بیمارستان ها، مدارس و یا حتی مساجد بوده این گزارش اشاره میکنه که در بسیاری از این حملات رژیم اسد از بمبهای ای علیه غیرنظامیان استفاده کرده که در نتیجه این حملات 3000 نفر کشته شدند. همینطور بخش دیگه از این گزارش به عملکرد مخالفان رژیم اسد در سال 2014 پرداخته و عنوان میکنه که نیروهای نظامی مخالف اسد هم در این رابطه دست به اقداماتی از قبیل آدم ربایی بازداشت و شکنجه اسرا زدن که موجب کشته شدن 600 شبه نظامی شده اما گزارش حرف بین الملل به یک موضوع دیگه هم اشاره داره و عنوان میکنه که استفاده رژیم اسد از بمب‌های های در شهر علب باعث شده تا بسیاری از مردم این شهر از ترس جانشون در زیر زمین زندگی بکنن در ارتباط با سوریه و رژیم این کشور به یک خبر دیگه هم اشاره بکنم رابرت فورد سفیر سابق امریکا در سوریه به تازگی در مصاحبه با شبکه CNN گفته که وضعیت رژیم سوریه نسبت به دو سال پیش تغییر کرده و الان این رژیم در موضع دفاعی هستش او گفته برخی ها در امریکا معتقدند که رژیم اسد در شرایط کنونی بهترین گزینه بد هست رابط فور گفته این جملات و اظهار نظرها شرماور هستش اما در این حال او تاکید کرده که سیاست فعلی کشورش این هستش که در هماهنگی با دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عربستان و قطر تجهیزات نظامی مانند موشک های ضد تانک رو در اختیار گروه های میانه روی مخالف اسد قرار بده اما به یک خبر دیگه آن هم در ارتباط با ترکیه اشاره بکنم دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی ترکیه در شهر استانبول برپا شده 800 شرکت فعال در زمینه صنایع دفاعی در این نمایشگاه حضور دارن و جدیدترین تولیدات خودشون رو در معرض نمایش قرار دادن هیئت های نظامی و حتی مقامات نظامی بالغ بر صد کشور جهان برای بازدید از این نمایشگاه به ترکیه اومدن از ایران هم سرتیب فیروز مسیح بور به همراه هیئتی در این نمایشگاه حضور پیدا کرد اما یکی از ویژگی های بارز این نمایشگاه تعداد شرکت ها و هیئت های نظامی هست که در اون حضور دارن که همین هم موجب شده این نمایشگاه به بزرگترین نمایشگاه صنایع دفاعی منطقه تبدیل بشه و رتبه پنجم جهانی رو در این رابطه کسب بکنه. شاهین دختر ملا وردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه زندانهای زنان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست خبر داد که دویست کودک همراه مادران خود در زندانهای ایران به سر میبرند به گزارش ایرنا خانم ملا وردی روز سهشنبه گفت که پیشنهادهای 13 ای برای بهبود وضعیت زندانها به هیئت دولت ارائه شده است خانم وردی پیش از این نیز شرایط کودکانی که به همراه مادرانشان در زندان زنان زندگی می کنند را اصف بار خانده بود. وی تاکید کرده بود که این کودکان پس از ورود به شیرخارگاه ها و مراکز بهزیستی به شکل قرانتین ای نگهداری می شوند و لطمات زیادی از بعد شخصیتی و رشدی می بینند. خبرگزاری ایلنا پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که طبق آین نامی سازمان زندان ها کودکان می توانند تا سن سه سالگی با مادرانشان در زندان بمانند اما بر اساس گزارش انجمن دفاع از حقوق زندانیان گاهی کودکان تا شش سالگی هم در زندان زندگی می کنند. خانم مولاوردی در سخنان روز سه شنبه خود همچنین از تأسیس مهد کودکی در زندان اسفهان با کمک خیرین خبر داد و با اشاره به بازدید خود از زندان زنان قرچک گفت که مهد کودک این زندان نیز در حال افتتاح بود. الهام امینزاده معاون حقوقی و شاهین ملابردی، ملاوردی معاون امور زنان و خانواده ی ریاست جمهوری ایران در بهمن ماه سال گذشته از زندان زنان قرچک ورامین در شهر ری بازدید کرده بودند این در حالی است که پیش از این سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی از وضعیت اصفناک زندان زنان در قرچک ورامین خبر داده و نوشته بود که این زندان در حقیقت سالونی بزرگ است با سخفی بلند که فاقد سلول است و در آن دو هزار زن بدون کمترین امکان بهداشتی در سرما و گرما زندگی می کنند. این وبسایت همچنین به مواردی چون شور بودن آب، عدم وجود سرویس های بهداشتی به میزان کافی، تراکم زندانیان، ضرب و شتم آنان توسط معمورین مرد و عدم وجود وسایل بهداشتی زنانه در این زندان اشاره کرده بود. خانم مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود گفت تعداد زندانیان زن نسبت به مردان 5 درصد است اما همین تعداد کم نیز برای جامعه اسلامی رقم بالایی است زهرا بنیانیان مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور زنان و خانواده تعداد زندانیان زن در سال 92 را 7377 نفر اعلام کرده بود.